طالبان در افغانستان بعد از نیم سال اسارت 4 مرزبان تاجیک را آزاد کردند. در این باره مقامات رسمی و والدان این پاسبانان سرحدی تاجیکستان و افغانستان روز 15 ایون به رادیو آزادی خبر دادند. با گفته آنها برای آزادی مرزبانان تاجیک امیر قطر مساعدت کرده است که طالبان در آن کشور نمایندگی دارند. آزاد شده گرسن با تاجیکستان هنه در دیگر جا هستن اونی نا اومدین. من میدونم که از این طرف افغانستان بردگی هستن با قطر بردگی شو هستن. اوجه اومدن شو نواردن شد چی شده نشیدن شد من نمیدونم که دیگر. چهار مرزبان تاجیک روز 19 دکبر سال گذشته هنگام جمع‌آوری هزوم نادانسته به قلمرو افغانستان وارد شدند و به اسارت طالبان افتادند. صحبت برنامه امروزه درباره آزادی مرزبانان تاجیک است و با همکارم در دوشنبه میرزا نبی خالق زاد. میرزانبی، مقامات تاجیکستان درباره شرط و شرایط آزاد کردن مرزبانان تاجیک چی میگویند؟ بله طاهر، صبح امروز نیروهای مرزبانی تاجیکستان خبر رهایی 4 مرزبان تاجیک از اسارت طالبان در خاک افغانستان را تصدیق کردند. ولی تصدیق اینها در حالی بود که الکی روز 13 ایون در سامانه وزارت خارجه دولت قطر خبر درباره رهایی 4 سرباز تاجیک انتشار شد و در این خبر سامانه وزارت خارجه قطر گفته می شود که به خاطر یک اقدام انسان دوستی 4 سرباز تاجیک از دست طالبان رها کرده شدند. مقامات مرزبانی تاجیکستان میگویند که اون خبری رو که امروز در رسانه ها در رابطه با رهایی این 4 سرباز در اسارت بوده پخش شده است، از این بیشتر آنها شرح نمیدن. آنها امروز شرح ندادند که 4 سرباز تاجیک در خاک افغانستان در کدام منطقه، در کدام ولسوالی و در چه شرایط آنها رها کرده شدند. اما بعد از صحبتی که ما با رئیس ناحیه 5 یعنی ناحیه هممرز با افغانستان جناب توکل زاده داشتیم که ایشان نیز از روز آغازی به اسارت گرفته شدن مرزبانان تاجیک در وارد این مسئله بودند، گفتند که واقعا 4 مرزبان تاجیک بعد از مساعدت دولت قطر رها کرده شدند و از خاک افغانستان مستقیما به قطر برده شدند و در نظر است که در روزهای نزدیک به تاجیکستان به نزد پیوندانشان آورده شوند. و لطفاً درباره چی گونه به اسارت طالبان افتادن مرزبانان جوانی تاجیک تفصیلاتی بیشتر میدادید؟ این 4 سرباز تاجیک که از خانواده های مردم ملکی تاجیکستان هستند و در سالهای گوناگون به خدمت حربی جلب کرده شدند و به قسم حربی مرزبانی ناحیه 5 به یکی از دیدبانگاه های مرزی امتداد مرز با افغانستان جلب کرده شدند. در فصل خصوصا سرمای زمستان در ماه دکبر آنها در نتیجه یک کوشش کردند که از منطقه حائل با افغانستان هیزم برای قسم حربی بیارند و گرم کنند. شاید به خاطر غذا یا چی بود که از طرف گروه طالبان مورد حمله ناگهانی قرار گرفتند و به اسارت به خاک افغانستان برده شدند. در قدم اول مقامات تاجیکستان میگفتند که طالبان طلب دارند که در عوض این 4 سرباز چند نفر از جنگجویان خود را که در حبس های تاجیکستان محبوس هستند رها کنند و بعد این سربازها آزاد کرده می شوند. در روزهای اول طالبان این 4 مرزبان را در منطقه ولسوالی امام صاحب نگاه می داشتند و منتظر نتیجه مذاکره با مقامات تاجیکستان بودند. اما بعد از اینکه شاید مذاکره بی نتیجه ماند، آنها را به درونتری خاک افغانستان بردند و نهایت با مساعدت دولت قطر آنها رها کرده شدند. در این میان این یکی از فرماندهان دیدبانگاه منطقه 5 به خاطر اینکه این 4 سرباز را برای هزیم چینی فرستاده است، از طرف دادگاه ولایت ختلان به 8.5 سال از آزادی محروم کرده شد. تشکر. همکارم در دوشنبه میرزا نبی خالق زاد صحبت میکرد.